سلام، این ویدیو آموزش ساخت یه استوری موشن حرفه یا تیزر تبلیغاتی با موبایل و برنامه کپکات مثل این چیزی که میبینید. همونطور که دیدید خیلی حرفه‌ای و جذاب بود. تا چند دقیقه دیگه به راحتی با کمک موبایلتون و البته اپلیکیشن کپکات هر مدل استوری موشن یا تیزر تبلیغاتی که بخواید میتونید بسازید و حتی ازش کسب درآمد کنید. من امیر مصلحت هستم و به کانال خودتون لاکس ایدیاز خیلی خیلی خوش اومدید. خب برای شروع کار وارد اپلیکیشن کپکات میشیم. یه مستطیل آبی رنگ این بالا هستش، نوشته شده نیو پروجکت، روش کلیک می‌کنیم و پروژه جدیدمون رو می‌سازیم. برای همین شروع کار ما نیاز به یه بک‌گراند و یه پارتیکلز مناسب داریم که من این رو انتخاب میکنم. بچه تمام این فایل هایی رو که من در این کار دارم استفاده میکنم براتون داخل کانال تلگرامم قرار میدم. به راحتی میتونید از اینجا دانلود بکنید و روی همین فایل ها تمرین بکنید. لینک کانال رو در قسمت دیسکریپشن براتون میذارم. اد رو میزنم و میام وارد پروژه میشم. تایم کار رو میارم، مثلا میذارم روی 6 ثانیه فکر میکنم مناسب باشه. کات میزنم، اضافهش رو پاک میکنم. همین شروع کار جا داره من به این نکته اشاره بکنم و اون اینکه اپلیکیشن کپکات تبلیغات خودش رو به صورت اتوماتیک به انتهای لایه اولتون اضافه میکنه. پس دقت داشته باشید که این رو حتما پاک بکنید. خب حالا میریم سایز کارمون رو تنظیم بکنیم. میام روی گزینه اوتو فریم روش کلیک میکنیم و میام روی گزینه 9x16 قرارش میدیم که در واقع فایل ما به یک سایز اینستاگرامی به اصطلاح یا ریلز های اینستاگرام یا استوری ها تبدیل بشه. خب میایم روی گزینه اوورلی و اد اوورلی رو میزنیم و الان میخوام عکس سوژم رو به کار اضافه بکنم. سایزش رو دقت بکنید حتما هم سایز پروژهتون باشه و میریم با گزینه ریموف بک‌گراند اوتو ریمووال رو میزنیم و به راحتی بک‌گراند ما اینجا حذف میشه. حالا بعد عکسمون رو روی پروژمون جاش رو تنظیم بکنیم. مثلا من میام این رو اینجا قرارش میدم، اینجای صفحه. دقت بکنید پایین عکس من کات خورده. اصلا این حرفه‌ای نیست، نباید به این صورت باشه. اگر جای عکستون رو مثلا میخواید بالای پروژتون قرار بدید، دقت داشته باشید که حتما این اشکالات رو باید برطرف بکنید. اما حالا مثلا چطور ما میتونیم این اشکال رو برطرف بکنیم؟ اصلا کار سختی نیست. اد اوورلی رو میزنیم و یه لایه گرادینت به کارمون اضافه میکنیم. من این رو هم براتون توی کانال تلگرام میذارم و گرادینت هم رو میارم هم سایز پروژن میکنم زمانش رو. یه گزینه این پایین داریم به نام اسپلایس، روش کلیک میکنم و روی گزینه اسلاید کلیک میکنم و قسمت سفید گرادینت رو حذف کرد و مشکیش رو برای من نگه داشت. اوکی رو میزنم. الان مشکل رفع شده، اما اگر هم باز مشخص بود دیگه شما خیلی راحت میتونید این رو روی صفحه بالا و پایین ببرید، سایزش رو کوچیک و بزرگ بکنید تا به اون نتیجه دلخواهتون برسید. خب این رو هم میارم، فکر میکنم تا اینجا اوکی باشه. خب سایزش هم که درست کردیم. الان ما بک‌گراندمون رو داریم، سوژمون رو داریم و باید متنمون رو، نوشتهامون رو اضافه بکنیم. اپلیکیشن کپکات اپلیکیشن مناسبی برای فارسی نوشتن نیستش، اما اگر بخواید فارسی بنویسید توی این اپلیکیشن رو پروژهاتون چند تا گزینه دارید. مثلا میتونید از برنامه های فارسی نویس استفاده بکنید. من خودم شخصا از اپلیکیشن فونتستوری استفاده میکنم. لینک دانلودش رو تو کانال تلگرام هم میذارم، از اونجا میتونید دانلود بکنید. اپلیکیشن رایگانی هستش. اگر بخواید به صورت رایگان ازش استفاده بکنید، بعد از هر متنی که مینویسید باید یه تبلیغش رو ببینید. اگر بخواید اپلیکیشنش رو هم خریداری بکنید، خب طبیعتا امکانات بیشتری دارید. اد اوورلی رو میزنم، نوشته اولم رو اضافه میکنم، سایزش رو تنظیم میکنم، با سایز پروژه باید یکی باشه. خب این رو هم سایز صفحه هم میکنم، میام سر جای خودش قرارش میدم. اد اوورلی رو میزنم، نوشته بعدیم رو اضافه میکنم به کار. این رو هم مثلا میام اینجای کار قرار میدم. دوباره سایز کار باید حتما هم اندازه باشه. میتونید البته بعد نوشته بسته به اون ترانزیشنی که میخواید براش استفاده بکنید
زمانش کم یا زیاد باشه. نوشته بعدیمو میارم که این نوشته هست، میارم اینجا قرارش میدم. سایز این رو هم هم اندازه بقیه میکنیم. نوشته بعدی رو هم به همین شکل و بعد کلن متنی که میخواید رو بیارید و وارد صفحتون بکنید. سایز کارتون رو هم حتما دقت داشته باشید بهش، دیگه چیز خاصی نمیمونه. اینجا میام روی گزینه Add Overlay و نوشته آخرمون رو هم اضافه میکنیم و جاش رو مشخص میکنیم. مثلا اینجا میذاریم کار رو، یه مقداری هم بزرگش میکنیم و به این ترتیب این رو هم سایز پروژه‌مون میکنیم. و حالا بعد یه سری انیمیشن هم به کارامون بدیم. میام بالا روی گزینه آموزش یوتیوب، گزینه انیمیشن رو میزنم. سه تا گزینه این بالا است، این اوت و کامبو. من از این استفاده میکنم چون برای شروع کار میخوام ازش استفاده بکنم. توضیحات کامل استفاده از کپکات رو من توی ویدیو قسمت قبلی دادم، لینکش رو میذارم در قسمت دیسکریپشن. بعد از تماشای این ویدیو برید و اون ویدیو رو هم حتما ببینید که به طور کامل با کپکات آشنا بشید. من برای آموزش یوتیوب همین ترانزیشن اول رو انتخاب میکنم. یه نکته خیلی خیلی مهم اینجا وجود داره، بچه دقت بکنید. یک سری از ترانزیشن ها رو ما داریم که اینجا یک پرو نوشته شده براشون، یه سری رو داریم بالاش هیچی نوشته نشده. اگر میخواید از قابلیت رایگان اپلیکیشن کپکات استفاده کنید، دقت بکنید. اونایی که پرو داره باید حتما لایسنسش رو بخرید، پس از این یکی ها استفاده بکنید. اما اگر این اپلیکیشن رو خریده باشید میتونید از اون پرو هم استفاده بکنید. خب طبیعتا ترانزیشن های بیشتری رو داره، اما اگر اشتباه استفاده بکنید آخر کار موقع خروجی گرفتن ارور میده، این کار رو نمیتونید انجام بدید. پس دقت بکنید به این مسئله که خیلی مهم هستش. خب میرم گزینه بعدی، روی انیمیشن میزنیم دوباره. انیمیشن این هستش، مثلا برای این رو انتخاب میکنم این گزینه رو و همینطور دونه به دونه باید انیمیشن ها رو به کارمون بدیم. من حالا این رو هم مثلا برای این انتخاب میکنم، یه مقداری میخوام ریتم کار سریع تر باشه دیگه. از این اپلیکیشن های دم دست استفاده میکنم. خب این رو هم برای آخریش میذارم. خب الان ما به نوشتهامون انیمیشن های خیلی جذابی هم دادیم. حالا ما میتونیم با چند تا ترفند ساده جذابیت کارمون رو چند برابر بکنیم. مثلا الان چیکار بکنیم؟ الان ما بک‌گراند خوب داریم، سوژمون سر جاش هست، نوشته ها حالا من یه مقدار با سرعت نوشتم تقریبا جاش اوکی هستش. روی اد اوورلی میزنم، من یک دونه فایل دیگر رو به کارم اضافه میکنم و این پارتیکل هستش. این رو هم براتون فایلش رو در کانال تلگرامم میذارم، این رو اد میکنم. خب همونطوری که میبینید، من این اول اجازه بدید سایزش رو هم سایز پروژم بکنم. خب همونطوری که میبینید این فایل ما یه بک‌گراند مشکی داره. میایم روی گزینه اسپلایس کلیک میکنیم و گزینه لایتن رو استفاده میکنیم، کل بک‌گراند رو بین میبره و فقط این در واقع اوکی بزنم نور بنفش رنگ ما هستش. من میام این رو اینجا قرار میدم، جاش رو تنظیم میکنید و خب یه مقداری فکر میکنم این بره، نه اوکی هستش. این رو یکم اینورتر میارم و الان اینم سر جاش هستش. پس ما تمام این کارها رو انجام دادیم خیلی راحت. یه دونه استوری موشن عالی و یا تیزر خوب تونستیم بسازیم، حالا باید بهش موزیک هم بدیم. خب میام عقب، گزینه دوم سمت چپ اودیو و ساند رو کلیک میکنم. کلی موزیک رایگان کپکات در اختیارمون میذاره که ما میتونیم به راحتی از اینها استفاده بکنیم. اگر برای استوری موشن میخواید، اگر برای تیزرهای تبلیغاتی میخواید، معمولا باید از موزیکای استفاده بکنید که سرضربای بالا داشته باشه و اینها میتونه جلوه کارتون رو چند برابر بکنه، اما پیدا کردنش ممکنه براتون یه مقداری مشکل باشه. قسمت بالا رو ببینید، نوشته شده سرچ. خب ما معمولا این آهنگای سرضربدار رو ما کجا بیشتر میشنویم؟ توی باشگاه ورزشی. خب من تنها کاری که نیاز دارم بکنم اینه که این بالا تایپ بکنم جیم و کل موزیک
باشگاهی ورزشی رو برام میاره. اولین گزینه نوشته شده best gym training، این رو من اد میکنم به کارم، میارم سر جای خودش، زمانش رو تنظیم میکنم، اضافهش رو هم پاک میکنم. الان موزیک من به کارم اضافه شده. خب الان یه قدم دیگه تا آخر کار مونده که اگر این کار رو انجام ندیم، با تمام زحمت و سلیقه‌ای که به خرج دادیم توی طراحی این تیزر یا استوری موشنمون، کارمون رو تبدیل به یه کار دم دستی و غیر حرفه‌ای می‌کنیم. حالا چیکار باید بکنیم؟ من اولین کاری که می‌کنم، گزینه دوم سمت راست بالای صفحه رو کلیک می‌کنم و این تنظیمات رو برای من میاره. من میام اولی رو تا 4K می‌کشم جلو تا کیفیت کارم رو 4K بگیره و اکسپورت رو می‌گیرم و یه خروجی از کارم میگیرم و این خروجی وارد قسمت گالری موبایل من میشه. چرا این کار کردم؟ برای اینکه با این کار تمام اون لایه هایی که الان ساختیم یک لایه شد. روی نیو پروژکت کلیک میکنم و این پروژه جدیدمون رو وارد میکنم. الان ما فقط یه دونه لایه داریم که تمام اون لایه ها بهش اضافه شده. میام هر جای کار، خب این اولی را هم پاک میکنیم، آخری رو که به صورت اتوماتیک اضافه میشه میام این قسمت. حالا من میخوام این نور بنفشه از بین بره، ظاهرا نمیره، فکر میکنم اینجا مناسب کار باشه. خیلی خب، میام روی کار کلیک میکنم و میرم روی گزینه فریز کلیک میکنم و یه دونه عکس به مدت 3 ثانیه برام میگیره. دقت بکنید، ما اینجا استوری موشنمون رو داریم، ادامهش هم تبدیل به عکس میشه. الان جایی که ما خودمون دیگه باید اینجا انیمیشن سازی بکنیم، چطور؟ با کمک کی فریم ها. خب حالا این 3 ثانیه رو من یه مقداری زیادش میکنم، حالا اگه نیاز شد ما بیشتر هم میکنیم زمانش رو. خیلی خب، برای کی فریم ساختن میم اول کار وارد پروژه‌مون میشیم. این شروع کارمون، من یه دونه کی فریم میذارم، میگم هر مقیاسی که کار من داره برای من الان اوکی هستش، پس همینجا بمونه. چند ثانیه میام جلوتر، خب چون من کی فریم اول رو گذاشتم، با هر تغییری که بدم اتوماتیک کی فریم ساخته میشه، دیگه نیازی ندارم روی علامت کی فریم کلیک بکنم. میام اینجا زوم میکنم روی دوره رایگان ادیت ویدیو. خب همونطور که میدید من محلش رو هم روی کار تنظیم میکنم. خب الان دقت بکنید، این کار من پلی میکنم، خب میاد اینجا وای میسته. خیلی خب، تا اینجا خوب هستش. من میگم توی این تایمی که الان مثلا تا اینجا هستش، این دوره رایگان دوربین بره تا انتهاش رو نشون بده. دقت کردید، یه دونه کی فریم ساخت. میام جلوتر، مثلا میگم حالا همینجا هم یه دونه کی فریم دیگه باشه که باز مختصات تکون نخوره. میام جلوتر، میگم توی این فاصله زمانی بیاد قسمت با کپ کات یه مقداری سرعتش بیشتر باشه، اینو تا آخر ببره و رو هم که داریم اینجا دوباره من یه دونه کی فریم دیگه میسازم، توی یه مقداری سرعتش رو کمتر میکنم اینجا، یعنی اون فضا رو بیشتر میدم که سرعتش کمتر بشه. این بخش کی فریم ها حتما باید تمرین بکنید، تمرین بکنید تا اینها دستتون بیاد. مثلا این بیاد تا اینجا، این ادوبی پریمیر هم به طور کامل توی کادر باشه و مثلا این قسمت ما دوباره دوربینمون برگرده به حالت اول و سایز ما سایز درست خودش باشه. دقت بکنید نتیجه رو. همونطور که دیدید اپلیکیشن کپکات امکانات فوق‌العاده‌ای رو در اختیار ما قرار داده و ما میتونیم به راحتی پروژه‌های حرفه‌ای رو تدوین بکنیم. اما اگر میخواید با این اپلیکیشن بیشتر آشنا بشید، من تماشای این ویدیو رو بهتون پیشنهاد میکنم. با کمک این ویدیو به راحتی میتونید هر ویدیویی رو که خواستید تدوین بکنید، اونم در یک سطح استاندارد و حرفه‌ای. خیلی ممنونم از شما.